تشکر بسیار زیاد خانم کریمی، سلام بر شما. در رابطه به اینکه شما به عنوان نخستین زن رئیس افغان فیلم افغانستان گماشته شدین، چی وقت به کار آغاز میکنین؟ خوشحال هستم به خاطر اینکه یک بست رقابتی بود و تقریبا 4 نفر دیگه هم در این بست با من رقیب بودن که بیشتر هم که 4شان آقایان بودن و در واقع من خوشحال هستم که من تانستم از طریق یک پروسه شفاف و از طریق توانایی خودم برسم و این حس خوبی به من میده به خاطر اینکه بسیاری فکر میکنن که زنا خیلی سمبولیک یا به جایی میرسن یا گماشته میشن، اما تصور است به خاطر مسائلی که مثلا در مورد زن افغان اینا وجود دارن، اما من خوشحال هستم که من تونستم در یک رقابت برنده بحث شوم. شما که سال هاست به عنوان دایرکتر و فیلمساز در افغانستان فعالیت دارین، تا به حال چه تعداد فیلم ساختین و محتوای فیلم های شما چی بوده؟ اما زمانی که هنوز مؤثر بودم در پوانتون در دانشگاه تقریبا 30 فیلم کوتاه ساختم و 2 جنبه را در اون زمان در نظر گرفتم چون در بیرون از افغانستان درس می‌خوندم، بیشتر روی مهاجرت بود و روی زنان در مهاجرت بود که 30 فیلم کوتاه مستند داستانی ساختم و بعد تصمیم گرفتم که افغانستان بیایم. در سال در همون سال تحصیلی سال 2006 آمدم افغانستان و 2 فیلم مستند ساختم، زنان افغان پشت فرمان رانندگی و پرلیکا که پورتری خانم سریا پرلیکا بود که اینها بیشتر در مورد زنان و مزیت زنان در افغانستان بود. و بعد 2013 وقتی که برای همیشه تصمیم گرفتم داشتم خلاص رو تصمیم گرفتم افغانستان بیایم، در واقع سعی کردم که بیشتر جامعه خود بشناسم، یعنی یک نگاه کلیشه‌ای نداشته باشم، یک نگاه سطحی نداشته باشم. تقریبا 4 سال یک مشاهده‌گر بودم و فقط نگاه میکردم و بعد تصمیم گرفتم که فیلم هوا مریم آیشه را بسازم که پورتری 3 زن هست که در واقع در امین افغانستان کنیدن و کابل کنید زندگی میکن و در کنار جنگ و ناامنی هایی که در افغانستان جریان داره اینها مشکلات دیگه هم دارن، یعنی سعی کردم یک نگاه کاملا متفاوت به مسئله زن داشته باشم. تقریبا امین و در کنارش هم داور جشنواره ها بودم، درس میدادم، 2 سالی هم رسمون در یونیسف کار کردم. در واقع اینمی همه اینها تجربه های شد که من بتانم مثلا بیشتر فیلم های بهتر بنویسم و بتانم بهتر فیلم بسازم. در مجموع چند فیلم دارین؟ قبلش هم در 2 فیلم ایرانی بازی کردم ولی از سال 2003-2004 تا آله که بگیرین میشه 2019، تقریبا 15 سال است که من این عرصه کار میکنم، هم در دوران محصلی 30 فیلم کوتاه دارم، 2 فیلم مستند بلند دارم، 1 فیلم بلند داستانی دارم در این 15 سالی که کار میکنم. ولی اگه مسلکی بگین در واقع بعد از تحصیلیم است که تقریبا 60 سال میشه کار میکنم. فیلم های تانم برنده جوایز شده در فستیوال های مهم دنیا؟ بله من فیلم های کوتاه هم خیلی جایزه بردن، مخصوصا در جستجوی خیال یا زنان افغان پشت فرمان رانندگی. مثلا فیلم بلندم خیلی جایزه برد، 25 جایزه برد، نسیم خاطرات روزانه دختر مهاجر بسیار جایزه برد، حتی جایزه آکادمی فلواک هم از خود برد و فیلم های مستند دیگه. و به من این امکان داد که بسیار به مثلا کشورهای دیگه و جشنواره های دیگه فیلم برم با این فیلم سینمای افغانستان در واقع معرفی بکنم، یعنی در اون زمان هایی که خیلی زنها کمتر کار میکردم من فکر میکنم در اصل سینمای افغانستان ما و رویا سادات و الکا سادات جز زنایی بودیم که خیلی در آغاز خیلی فیلم های ما در همه جا رفت و یک چهره دیگه از سینما را از و زنان افغانستان را به دنیا معرفی کرد. و بعد حالا در این اواخر زنای دیگه هم کار میکنن، فیلم میسازن که خدا رو شکر یعنی تعداد ما زیادتر شده. حالا که یک سمت را گرفتین در بخش سینمای افغانستان دیده شد که سالها ریاست افغان فیلم افغانستان بیشتر فعال نبوده، در این راستا چه برنامه های دارین و چه نوع آوری های روی دست دارین؟ خب یک مسئولیت بسیار میشه گفت جدی است برای من به خاطر اینکه شما خودتانم میفهمین که ریاست افغان فیلم یا اداره افغان فیلم خیلی تشریفاتی بود و خیلی فعال نبود و باید این ریاست را فعال کرد و ما در 3 حوزه خیلی برای مهم است که کار کنم. یکی ساختن فیلم، تولید فیلم است توسط افغان فیلم و ایجاد امکانات برای فیلم سازه که فیلم سازن. یکی ایجاد رابطه بین مخاطب و فیلم است، یعنی افغانهای ما با سینمای افغانستان آشنایی پیدا بکنن، فیلم ها را ببینن، داستان هایشون را ببینن. و یکی ما یک بودجه یعنی ایجاد کار بکنیم و
بودجه بسازیم برای سینمای افغانستان تا فیلم بسازیم و زمینه کار و کاریابی برای سینماگرای افغانستان بکنیم و در واقع این صنعت را زنده بکنیم. یعنی ما تعهد نیست و تمام تلاش میست که حداقل این سه بخش را بتونیم خیلی روش بیشتر فوکس کنیم. و سینماهای افغانستان، افغانستان دارای سینماهایی بود در گذشته ها که همه تا به حال هیچ کدام از اون سینماها فعال نیست. در این باره چی دیدگاه دارین؟ بخش دومی گفتم که رابطه تماشاگر و مخاطب افغانی را با سینما یعنی آشتی بدیم، یعنی که سینماها را فعال بکنیم. حداقل چند سینمای مسلکی را حداقل بدیم در ولایت های اصلی فعال بکنیم که مردم با سینما برن و فیلم ببینن و سینما رفتن جزء فرهنگ خانوادگیشان بشه و او دید منفی از نسبت به سینما و فیلم دارن او دید را در واقع از بین یعنی باید کم کم از بین ببریم که خب این کار ساده ای نیست ولی امکان پذیر امکان ناپذیر هم نیست. یعنی من احساس میکنم که باید کار کرد و باید خیلی تلاش کرد. افغان فیلم افغانستان یک آرشیف غنی داشت از گذشته ها، از تلویزیون ملی، از سالهای پیش از جنگ داشت و بعضیش تاراج شده اما برخی دیگهش و گفته میشه که در ما با خطر نابودی روبروست پراگنده است. در این راستای جمع‌آوری از این کدام برنامه روی دست دارین یا نه؟ آرشیو افغان فیلم یا آرشیو فیلم در کل یکی از سرمایه های تصویری یک مملکت است. یعنی اگر اینها از بین برن در واقع ما انگار که گذشته خودمون رو نابود میکنیم. تلاش هایی در مدیریت های قبلی صورت گرفته برای دیجیتال کردن این آرشیو ها ولی من احساس میکنم که باید تلاش ها بیشتر باشه، باید با تعهد بیشتری روش کار بشه و در حوزه کاری من حتما رسیدگی به آرشیو و جمع آوری فیلم هایی که در این سال ها هم ساخته شده، در 18 سال فیلم هایی که توسط افغان ها یا توسط دیگران هم ساخته شده و اونها را به جزء لیست آرشیو افغانستان کرد، اینا خیلی مهم است که من سعی میکنم در این زمینه فعال باشم و توجه خیلی خاصی را نشان بدم. تشکر.